خانه های خالی ستاره. سلام نابغه کوچولو. قصه امروز وزیر پرحرف. در زمانهای قدیم پادشاهی بود که مشاوران و وزیران زیادی داشت. مشاوران و وزیران پادشاه هر چند روز یک بار پیش پادشاه می اومدن تا گزارش کار بدن. اما یکی از وزیرا اینقدر پرحرف بود که به دیگران فرصتی برای صحبت نمی داد. پادشاه گاهی از دست وزیر چنان خسته و عصبانی می شد که تصمیم می گرفت اونو اخراج کنه. اما چون اون وزیر قابل و با تجربه ای بود، خیلی زود از تصمیمش منصرف می شد. تا یه روز فکری به ذهن پادشاه رسید و وقتی برنده مسابقات تیراندازی برای دریافت جایزش به قصر اومد، پادشاه با لبخندی بهش گفت: تو تیرانداز ماهری هستی، به تبریک میگم جوان. خیلی ممنون، شما لطف داری. ببینم، دلت میخواد جایزت دو برابر بشه؟ معلومه که دلم میخواد، یعنی به جای یکی سه سکه طلا دو کیسه سکه طلا بگیرم؟ بله، اما باید یه کاری برای من انجام بدی. چه کاری پادشاه؟ اگه از عهدش بر نیام چی؟ جایزمو از دست میدم؟ نه، یه کیسه طلا سر جاشه. اگه کاری رو که من ازت میخوام درست انجام بدی، یه کیسه میشه دو تا کیسه. قبوله؟ معلومه که قبوله. شما فقط بفرمایید من باید چه کاری براتون انجام بدم. بیا نزدیکتر تا بگم. خلاص. تیرانداز به پادشاه نزدیک شد و پادشاه آهسته زیر گوشش چیزی گفت. بعدم یک کیسه کوچیک به دستش داد. تیرانداز کیسه رو گرفت و متعجب از خواسته پادشاه گوشه‌ای پنهان شد. چیزی نگذشت که مشاوران و وزیران پادشاه هم اومدن و طبق معمول وزیر پرحرف قبل از بقیه شروع به صحبت کرد. اما هنوز اولین جملهش تموم نشده بود که یه نخوچی به طرف دهنش پرتاب شد و درست گوشه لپش قرار گرفت و وزیر مجبور شد به جای حرف زدن نخوچی رو بجوه و قورت بده و به این ترتیب وزیر بعدی فرصتی پیدا کرد تا صحبت کنه. پرتاب نخوچی ها تا پایان جلسه ادامه داشت و اون روز تمام وزیران و مشاوران پادشاه به راحتی صحبت کردند. وقتی جلسه تموم شد، پادشاه رو کرد به وزیر پرحرف و با لبخندی ازش پرسید: امروز کم صحبت کردی وزیر جان. راستش گفتنی های زیادی داشتم، اما نتونستم حتی یه کلام درست حسابی حرف بزنم. چرا نتونستی وزیر جان؟ شما که تو حرف زدن استادی. چی بگم؟ راستش تا میخواستم یه کلام حرف بزنم، نمیدونم کی از کجا چطوری یه نخوچی پرتاب میکرد توی دهنم. منم مجبور میشدم بجومش و قورتش بدم تا بتونم حرف بزنم. توی همون فاصله یکی دیگه شروع میکرد به صحبت و من جا میموندم جناب پادشاه. عجب، پس قضیه از این قرار بود که نوبت به صحبت کردن بقیه هم رسید. بله قربانی، یعنی پرتاب نخوچی ها توی دهن من یه نقشه بود؟ چاره ای نداشتم وزیر جان، یا باید اخراجت میکردم که از پرحرفیات خلاص بشم که دلم نمیومد، یا باید یه جوری تو رو متوجه اشتباهت میکردم که پیش بقیه خجالت زده نشی. البته امیدوارم که از دست من دلخور نشده باشی. نخیر، این چه فرمایشی قربان. اتفاقا ازتون ممنونم هستم، تا به حال متوجه پرحرف بودن خودم نشده بودم. اتفاقا خیلی خوب شد که به این عیب بزرگ خودم پی بردم. خیلی خوبه، حالا بگو ببینم چه خبر. عرض میکنم قربان، ولی قبل از دادن گزارش کار دلم میخواد بدونم که این نخوچی انداز ماهر رو از کجا پیدا کرده بودید؟ پادشاه خندید و برنده مسابقه تیراندازی رو که پشت پرده‌ای پنهان شده بود صدا کرد. تیرانداز که روش نمیشد تو چشمای وزیر نگاه کنه بیرون اومد و با وزیر آشنا شد.
وزیر پرحرف که میدونست بد جور به پرحرفی عادت کرده، از تیرانداز خواست مدتی با پرتاب نخودچی در جلسات بهش کمک کنه تا کم کم این عادت ناپسندش ازش دور بشه. و به این ترتیب وزیر پرحرف موفق شد همه جا به موقع و به اندازه صحبت کنه. خدا حافظ. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود.